درود به برنامه دیگر از سری برنامه های گذار، کاری از شورای مدیریت گذار. خوش آمدید. در 60 دقیقه آینده من مرجان نقیه به اتفاق دیگر همکارانم در بخش های مختلف این برنامه با شما هستیم. با ما باشید. نبردی که بین مردم ایران و جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب شروع شده در ابعاد متفاوتی هنوز ادامه داره. به ویژه زنان ایرانی که بیش از 4 دهه آپارتاید جنسیتی نظام اسلامی رو با پوست و گوشت خودشون احساس کردن، حاضر نیستن که به عقب برگردن. از رقص دختران اکباتان به بعد دور جدیدی رو از اعتراضات مدنی به صورت رقص زنان و دختران در شهرهای مختلف شاهد بودیم. با این وجود گاهی هم پرسیده میشه که خب چرا رقص نشانه آزادی هست و ما که مشکلات اساسی تری داریم؟ یا چرا مسئله حجاب به عنوان نکته محوری درگیری بین نظام و زنان هر روز برجسته تر میشه، اما مردم به خاطر گرانی و وضعیت اقتصادی مانند حجاب اعتراض نمی کنن و اعتراضات گسترده‌ای رو در خیابان‌ها سازماندهی نمی کنن؟ امروز با ما باشید با این برنامه شما و شورا تا به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. سلام عرض میکنم جناب آقای شهدایی، با ما هستید؟ با سلام خدمت همه بینندگان گرامی تلویزیون شورای مدیریت گذار و تشکر از پیام ها و سوالات و انتقادات شما. از رقص دختران اکباتان به بعد دور جدیدی از اعتراضات مدنی به صورت رقص زنان و دختران در شهرهای مختلف رو شاهد بودیم. با وجود این بین عزیزان بیننده فردی پرسیده که آقای شهدای، رقص که نشانه آزادی نیست و ما مشکلات اساسی تری داریم، لطفاً اولویت مشکلات رو از دیدگاه شورا برای ما مشخص کنید. ببینید، وقتی شما در جامعه اجازه ندارید برقصید نشانه چه چیزی است؟ وقتی حکومت رقص را ممنوع می کند و مردم به خاطر رقصیدن باید سرکوب بشوند، نیروی سرکوب ارسال بشود، با گاز اشکاور با ناحمله بشود، نشانه چه چیزی است؟ آزادی فردی و زندگی خصوصی افراد چه ربطی به حکومت دارد؟ جمهوری اسلامی 43 سال تمومه که در زندگی خصوصی افراد از لباس پوشیدن گرفته تا اتاق خواب آنها دخالت می کند و به همین ترتیب هم آزادی‌های فردی افراد رو در همه زمین‌ها محدود کرده. حکومت‌های دیکتاتوری در قسمت سیاسی محدودیت ایجاد می‌کنند. مشکلشون با افراد سیاسی است. جلوی تشکل احزاب رو می‌گیرند و مخالفان سیاسی خودشون رو دستگیر می‌کنند. ولی وقتی حکومتی در زندگی روزانه مردم در حقوق خصوصی آنها دخالت می‌کند، مبارزه برای هر کدوم از این امور از جمله رقص و مقابله با حکومت به یک امر سیاسی تبدیل می شود. این نوع حکومت ها رو که حکومت های ایدئولوژیک می گویند، تمام تلاششون این هست که فرد افراد یک جامعه رو مطابق آن ایدئولوژی وادار به اطاعت بکنند. حکومت اسلامی به عنوان در حقیقت نماد یک اسلام سیاسی، بیش از این که به اداره یک جامعه فکر بکنه، به رفع مشکلات اقتصادی مردم فکر بکنه، به دخالت در امور زندگی خصوصی مردم میپردازه. این چیزی است که احتیاجی به گفتن من نداره. 43 سال مردم ایران با گوشت و پوست خودشون اونو حس کردن. او میخواهد تسلط این ایدئولوژی رو بر زندگی روزمره مردم ببیند. اون میخواهد جامعه اسلامی در خیابان حاکم بشود. به همین خاطر است که انقلاب زن، زندگی، آزادی که در حقیقت تونسته دیوارهای ایدئولوژیک این حکومت رو بشکنه، اقتدارش رو در حقیقت زیر ضرب ببره، خواب این جماعت رو آشفته کرده. در چنین چارچوبی اگه قضیه رو نگاه بکنیم، اون وقت میفهمیم که رقصیدن یک نوع قیام علیه محدودیت‌های اسلامی است. اون وقت میفهمیم که رقصیدن یک نوع نافرمانی مدنی است. رقصیدن نمادی میشه برای مقاومت، یک نوع اعتراض هست، و
و تنها ما نیستیم، کشور آمریکای لاتین، آفریقایی همه از رقص به عنوان اعتراض استفاده کردن. جمهوری اسلامی رقص رو نشانه ناپاکی، ابتذال و انحراف زنان جامعه میدونه، اساسا با زنانگی مشکل داره و اون رو مظهر گناه میشماره و از نظر آنها زن عفیف و پاکدامن کسی است که نه آواز بخواند و نه برقصد و نه بخندد و در بهترین حالت در سایه چادر سیاه زندگی میکند. این زن عفیف میتواند معشوقه حرمسرای آنها باشد، ولی در عرصه عمومی باید خفه خون بگیرد به اصطلاح آنها. بنابراین رقصیدن امروز به مثابه دفاع از آزادیهای فردی، به مثابه ابزاری در مقابل تحمیل اقتدار یک ایدئولوژی، یک اسلام سیاسی، یک سلاح مبارزه است و اولویتش کمتر از مبارزات دیگر نیست. سوال دوم رو بیننده عزیزی پرسیده، مسئله حجاب به عنوان نکته محور درگیری بین نظام و زنان هر روز برجسته تر میشه، اما چرا مردم برای حجاب عصبانی میشن اما برای وضعیت اقتصادی و گرانی مانند حجاب واکنش نشون نمیدن؟ ببینید، این سوال خوب رو باید پاسخش رو در ظرف این 43 سال گرفته باشیم. حجاب اونیفرم اجباری حکومت اسلامی است، پرچم و اقتدار اونه، نیمی از یک جامعه رو شامل میشه. اغلب برادران و پدران و شوهران در تمام این سالا به نوعی با این مسئله درگیر شدند. یک نوع تحمیل است، یک تحمیلی در قرن 21 که متعلق به قرون وسطاست که برای همگان عیان است. مردم اون رو هر روز به چشم میبینن. شما گشت ارشاد اسلامی و درگیری بین زنان و مأموران را در این 43 سال در خیابان‌های ایران، در همه شهرستان‌ها کوچک و بزرگ، همه دیدند که با چه شقاوتی برای یک تیک پارچه به اسم روسری با زنان و دختران و خواهران ما برخورد کردن در خیابون. بنابراین دعوای بر سر حجاب جلوی چشم همه جامعه هر روز ادامه داره، ولی گرانی و یا مشکلات اقتصادی چهره پنهان داره. و در ضمن گرانی برای همه یکسان نیست. برای بعضی از گروه‌های اجتماعی اصلا آزار نمیده گرانی رو، و برای بعضی‌ها خیلی بیشتر. بنابراین غیر از این مسئله، از بعد دیگه هم به قضیه نگاه کنیم. بحث حساسیت در مقابل آزادی و حساسیت در مقابل فقر خیلی متفاوته. محدودیت آزادی شامل همه افراد یک جامعه میتونه بشه، از هر طبقه‌ای که باشند، فقیر یا ثروتمند. و به همین خاطر وقتی از فیلسوف مشهور از برلین میپرسند که شما بین مبارزه برای آزادی و یا برای نان کدام را انتخاب میکنید، به روشنی جواب میده برای آزادی مبارزه خواهم کرد، چون اگر آزاد باشم میتونم برای فقر و برای نان هم مبارزه بکنم. شما در همین هفته های اخیر دیدید که مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی، قوه قضاییه، ائمه جمعه، همه و همه و همین امروز هم خود شخص علی خامنه‌ای مدام دارن از برباد رفتن حیثیت اسلام حرف میزنن که بر جامعه توسط زنان تعمیر شده. خون شهیدان برباد رفته چون موهای خانم‌ها در جامعه دیده شده. کدام عقلی، کدام منطقی میتونه اینو بفهمه که برای اینکه خانم‌ها رو به زور رو سری سرشون بکنند و موهاشون بپوشونند، ده ها ابلاغیه حکومتی صادر شده باشه، از جریمه نقدی 3 میلیارد تومانی گرفته تا محرومیت از خدمات اجتماعی، تا ممنوع خروج شدن از کشور، تا توقیف پاسشون و غیره. این رو به هر جایی در دنیا بگید خنده‌دار به نظر خواهد رسید. شما در نظر بگیرید اگه زنی رو در جمهوری اسلامی بکشید، پول دیش 450 میلیون تومان میشه، ولی اگه الان شما رو بدون حجاب در خیابان ببینن، جریمه 3 میلیاردی براتون میفرستن. عمق فاجعه رو ببینید. این دولت جمهوری اسلامی چرا اینقدر حساسیت برای مسئله اقتصادی به خرج نمیده؟ چرا برای کنترل ارز، چرا برای مبارزه با فساد این کار رو نمیکنه؟ پاسخ روشنه. جمهوری اسلامی به عنوان نماد یک اسلام سیاسی عقب افتاده، خود را مالک تن زن میداند. میگوید این تن گناه آلوده باید مطابق قوانین شرعی من زندگی کند. اینجاست که در حقیقت این تفکر قرون وسطایی توسط انقلاب ژینا مورد هدف قرار گرفته و به همین خاطر است که صدای آقایون در اومده و وا مصیبت ها سر دادند که در حقیقت دوره آخر زمانی شده، چون خانم ها موهاشون بیرونه. مسئله مبارزه با حجاب اجباری
به عنوان نقطه محوری مبارزه زنان مبارز ایران و همچنین مردان مبارز ایران با جمهوری اسلامی تا سرنگونی آن ادامه پیدا خواهد کرد. ما امید یک ایران آزاد برای زنان جامعه ایران، برای جوانان و برای همه شهروندان ایران. تا برنامه بعدی، بدرود. سپاسگزارم از شما جناب آقای شهدایی. تا برنامه بعدی، بدرود. دوستان سلام، من میثم مهرانی با یک قسمت دیگه از رادار در خدمت شما هستم. همونطور که در جریان هستید، این فصل رادار اختصاص داره به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ما در قسمت اول، یعنی در قسمت قبل، توضیح دادیم که دکترین جمهوری اسلامی از بدو تشکیل این نظام مافیایی صدور انقلاب اسلامی بود. اونها برای حفاظت از این انقلاب اسلامی سپاه پاسداران رو ایجاد کردن و برای صدور انقلاب اسلامی سپاه قدس، یعنی بازوی برون مرزی سپاه، رو در دل سپاه پاسداران تعبیه کردن. در قسمت قبل در مورد پیشینه سپاه قدس و نحوه تشکیل اون گفتیم که خب البته بحث به درازا کشید و مبحثمون نیمه کارمون. در این قسمت تلاش میکنیم معرفی سپاه قدس رو به پایان برسونیم و از قسمت‌های بعد برسیم به عملیات‌های این گروه در کشورهای منطقه و حتی جهان، معرفی نیروهای نظامی و شبه نظامی برساخته این گروه، دست داشتن اینها در قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و غیره و بودجه کلانی که اینها از بودجه کشور در واقع به خودشون اختصاص دادن، همه و همه اینها رو بهش خواهیم پرداخت. اما این وعده رو بهتون میدم، این قسمت رو حتما دنبال بکنید. مطالبی در این قسمت خواهیم گفت که یا نشنیدید یا کمتر به گوشتون خورده. خب در قسمت قبل متوجه شدیم که بعد از قاسم سلیمانی که به دستور دونالد ترامپ در فرودگاه بغداد، همه میدونیم دیگه، به دست ارتش امریکا کشته شد، اسماعیل قاآنی سر کار اومد و جانشین قاسم سلیمانی شد. قاآنی کی بود؟ سپاه قدس بعد از قاسم سلیمانی تقویت شد یا تضعیف شد؟ این سوالی بود که خیلی از ما میپرسیدن. ببینید، قاآنی 65 ساله، متولد مشهد است. از سال 58 که سپاه پاسداران تشکیل شد به عضویت این نیرو در اومد و از سال 69، یعنی زمانی که سپاه قدس تشکیل شد، عضو اون شد. از سال 1386 جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، یعنی جانشین قاسم سلیمانی شد. نفر دوم سپاه قدس بود، در نظر داشته باشید. قاآنی در دوران جنگ هم از فرماندهانی میشه گفت میانی بود. چرا؟ چون که لشکر، فرمانده لشکر امام رضا بود، بعدش فرمانده لشکر پنج نصر بود. اینها لشکرهای بزرگی بودن، اما نمیشه بهشون گفت فرمانده لول یک. همونطور که دیدید، سابقه خاصی تو کارنامه قاآنی وجود نداره. اینکه جمهوری اسلامی مدعی است که بعد از قاسم سلیمانی سپاه قدس تضعیف نشده، اتفاقا یک دروغ بسیار بزرگ است. قاآنی، ببینید، نه کاریزمای یک فرمانده موفق رو داره، نه اصلا کسی در منطقه اون رو به حساب میاره. حتی ما اخباری داریم مبنی بر اینکه ایشون برای سفر به کشورهای مختلف منطقه دچار مشکل هست، کاری که قاسم سلیمانی به راحتی انجام میداد و از این کشور به اون کشور میرفت به دلیل نفوذی که داشت. مثلا ببینید، قاسم سلیمانی و سپاه قدس بودن که حکومت مزمحل شده بشار اسد رو سرپا نگه داشتن و در اونجا متاسفانه از کشته پشته ساختن، حمام خون به راه انداختن. اولها که میزدن اصلا زیرش که ما نرفتیم و نبودیم و اینها، تا اینکه سردار همدانی، همونی هم که در سوریه کشته شد، یک اعتراف ناخواسته کرد و گفت ما وقتی وارد سوریه شدیم مخالفان پای کاخ اسد رسیده بودن. خلاصه بذارید اصلا یکی از کارهای مهم سپاه قدس در منطقه رو براتون بگم که عمق نفوذ این نیرو در زمان قاسم سلیمانی رو ببینید و بعد ذلت و خفت این نیرو در زمان قاآنی. در زمان جنگ سوریه، نوار غربی این کشور تقریبا خالی از سکنه شد. چرا؟ چون عموم سوری‌های جنگ زده به ترکیه فرار کردن، به کشورهای دیگه پناهنده شدن، به اروپا رفتن و جاهای دیگه. بعد از این سپاه قدس بر این منطقه مسلط شد. قاسم سلیمانی یک پروژه خیلی محرمانه تعریف کرد در نوار غربی سوریه.
به این شکل که در فاز اول منازل مسکونی اون مناطق رو که ساکنانش فرار کرده بودن همونطور که گفتیم رو تصرف کنند. در فاز دوم قاسم سلیمانی دستور داد تا حسن شاطری معروف حسام خوشنویس، این آقا که البته در همون سوریه هم دوباره کشته شد، همونیه که از طرف جمهوری اسلامی مسئول بازسازی جنوب لبنان بود، کدها رو داشته باشید و شهرک هایی که شیعیان لبنان در واقع همون حزب الله لبنان در جنوب لبنان ساخته بودن، ایشون ساخته بود اونجا. سلیمانی حسام خوشنویس رو آورد که اون تجربه رو در سوریه پیاده کنه و در اون نوار غربی شروع به مسکن سازی کنه. جلوتر متوجه میشید چرا. در فاز سوم و همزمان با ساخت و ساز جمهوری اسلامی شروع کرد از خراسان ایران، یعنی شیعیان خودمون، از افغانستان، یمن، لبنان، پاکستان، حتی هندوستان و خیلی کشورهای دیگه، شیعیانی که در واقع پروپاگاندای جمهوری اسلامی پیش می‌بردند و نزدیک به این نیرو بودند، داد کوچ داد به این مناطق و اونجا اسکانشون داد، عملاً بافت جمعیتی منطقه رو تغییر داد، پروژه‌ای به نام کوچ بزرگ، البته این اسم رو من روش گذاشتم. در فاز چهارم شروع کردن اینها در همون نوار غربی بین مناطق مسکونی شروع کردن به ساخت جایگاه‌های ثابت و متحرک موشکی. چرا؟ چون این مناطق یعنی غرب سوریه کد اینجاست، وصل می‌شد به لبنان، وصل می‌شد به فلسطین و در نهایت به اسرائیل. چرا در مناطق مسکونی اینها پایگاه موشکی می‌ساختن؟ به همون دلیلی که اینها در فلسطین از مدرسه یا از بیمارستان به سوی اسرائیلیا شلیک میکنن، بعد که اسرائیل اون منطقه رو میزنه اینها میگن کودک کشی اسرائیل و فلان و بهمان. اینها همه از نفوذ سلیمانی به دست اومد. اما نکته دردناک از این بابت که چقدر سرمایه مردم ایران، سرمایه کشورمون اونجا هدر رفته و خنددار این که با این همه خرج دوچار چه ذلت و چه خفتی شدن و اونجا رو ترک کردن. عملا در زمان قاآنی، یعنی همین فوات قاآنی اسرائیل، اگر اخبار رو دنبال کرده باشید، شروع کرده روز به روز تقریبا همه پایگاه‌های ثابت و متحرک جمهوری اسلامی موشکی که اونجا ساخته بود رو از بین برد. کلی فرمانده سپاه اونجا کشته شدن. سازمان ملل به کمک امریکا شروع کرد سوری‌هایی که در واقع کوچ داده شده بودن به کشورهای دیگه فرار کرده بودن، اینها رو برگردون، امنیتشون رو تامین کرد و وارد این مناطق کرد و شیعیان از اونجا فرار کردن. چرا؟ به خاطر امنیتشون. موضوع وقتی دردناکتر میشه که بدونیم بعد از کشته شدن سلیمانی بودجه سپاه قدس به طرز عجیبی افزایش پیدا کرد. همون سال اول، یعنی دو هفته فکر میکنم بعد از مرگ قاسم سلیمانی، در سال 98 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد بودجه سپاه قدس به 200 میلیون یورو افزایش پیدا کنه. بله، 200 میلیون یورو. البته نکته مهم که نباید فراموش کنیم این که همه این پولها صرف جنگ و ساخت میلیشیا نمیشه و ترور یکی از مهمترین کارهای سپاه قدس در سراسر جهان هست. جمهوری اسلامی عملاً حزب فیزیکی مخالفان یا سیاستمداران دیگر کشورها رو نه تنها در منطقه که در امریکا، اروپا و همه جای دنیا بر عهده داره. اصلا عملاً جمهوری اسلامی وظیفه ترور رو گذاشته بر دوش سپاه قدس. بریم ببینیم سازوکار و سازماندهی برای این ترورها به چه شکلی است و چه یگانی مسئول اون هست. همینطوری که گفتم این قسمت نکات خیلی جالبی داره. خب با دقت گوش کنید. ببینید یک مسئله در سپاه قدس هست که اینها، این دید آخرالزمانی جمهوری اسلامی یا این دید در واقع مذهبی شونه، اینها میگن که ما باید مثل گروه شرط الخمیس در دوران خلافت امام اول شیعیان باشیم. حالا این گروه شرط الخمیس چی بوده؟ الگوی فعالیت‌های برون مرزی سپاه پاسداران همین شرط الخمیس است. این گروه فدائیان جان بر کف علی بن ابی طالب بودند که عهد کرده بودند تا پای جان براش جانفشانی کنند. حالا اینجاهاش هم میشه گفت طبیعی بود، اما این گروه ضمن این که تا پای ثابت جنگ‌ها بودند، وقتی چه میدونم مسئولیت کوفه رو بر عهده داشتن و خیلی حالا کارهای دیگه، خودتون میتونید سرچ کنید ببینید، دو تا مأموریت برون مرزی اصلی داشتن. یک، میرفتن شهرهای مختلفی که بیعت نکرده بودن با امام اول شیعیان، اونجا نیرو جمع میکردن، حالا با پول بود، با تطمیع بود، هر اتفاقی که میفتد نیرو جمع میکردن و چیکار میکردن؟ پس عملا میلیشیا میساختن، همون کاری که سپاه قدس داره میکنه.
دوم مخالفان علی ابن ابی طالب رو ترور میکردن. همین الگو در سپاه قدس داره پیاده میشه. سپاه قدس بر همین اساس با همین الگو از این گروه یک نوع یگان ساخت در دل سپاه قدس به نام یگان 400، حالا یا واحد 400. واحد 400 برای مأموریت‌های ویژه در سپاه قدس تشکیل شد. اعضای اون سابقه اعضای همین گروه 400، این نکته رو حتما با دقت گوش بدید، همه اعضای اصلیشون سابقه فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی دارن، نیروهای جوان‌ترشون هم تحت آموزش قرار میدن. این واحد به دستور شخص، دستور که در واقع پیشنهاد اصلی قاسم سلیمانی با هماهنگی علی خامنه‌ای، مشاوره مشتبه خامنه‌ای، طائب فرمانده وقت اطلاعات سپاه و اگه اشتباه نکنم سردار نجات ایجاد شد. وظیفه اصلی این گروه، گروهان 400، ترور مخالفان و سیاستمداران و خلاصه هر کسی که جمهوری اسلامی بخواد در خارج کشور اون رو از بین ببره. این نکته خیلی خیلی مهم رو توجه کنید. به این میگن تبارشناسی. این واحد در واقع این گروه تمام فرماندهان اصلیش، فرماندهان درجه 2 و درجه 3، همه اینها همرزمان سابق قاسم سلیمانی در لشکر 41 سال الله کرمان بودند. این تبارشناسی بسیار مهمه، یعنی ریشه یابی که بکنید این گروهان 400 رو همشون برمیگرده به همون گروهی که قاسم سلیمانی تشکیل داده بود و جلسات هفتگی با هم برگزار میکردن به نام بچه های قاسم. همون بچه های قاسم شدن چی؟ تروریست هایی که جمهوری اسلامی در منطقه اینها رو به این شکل در واقع گسیل میکنه. ببینید سپاه پاسداران نه تنها یک هزار پا یا دست کم یا اختاپوس به قول دوستان هست، که از یک هزار تو و هزار فامیل تشکیل شده که خوشبختانه از همه این هیمنهی که الان براتون گفتم که برای خودشون ساخته بودن چیزی باقی نمونده، در حال نابودی هست و فرو ریخته. شاهد این ادعای من اینه که همین ترورها در ترکیه، در آذربایجان، در اروپا، در گرجستان، تمام این ترورهایی که میخواستن اینها ظرف دو سال اخیر انجام بدن همشون لو رفت و در واقع همه اینا بازداشت شدن. شنیدید دیگه، فلان جا اومدن در ترکیه فلان تاجر اسرائیلی رو ترور کردن، در گرجستان فلان، در آذربایجان فلان، همشون شکست خورد. انقدر این شکست ها مفتزهانه بود، انقدر خفتبار و ذلتبار بود که خامنه ای مجبور شد، خیلی مهمه، مهدی طائب رو، یار غار مشتبه خامنه ای و فرمانده اطلاعات سپاه که دلیل اصلی رهبری آینده مشتبه میتونست باشه رو برکنار کنه و عملا با این کارش به این شکست اعتراف کرد. و اینجاست که میتونیم امیدوار باشیم به فروپاشی تمام این نظام مافیایی. خب دوباره هرچند ما تلاش میکنیم کوتاه بشه، نمیشه، متاسفانه برنامه به درازا میکشه. خب به پایان این قسمت از برنامه رادار رسیدیم که اتفاقا خیلی پروپیمون هم شد. از شما میخوام که در واقع این برنامه رو تا جایی که میتونید با دوستانتون به اشتراک بگذارید، سفر رو حتما سابسکرایب بکنید. تا برنامه دیگه، بدرود. سلام، به هفتمین درس از سلسله درس های مقاومت مدنی میرسیم و البته نهمین جلسه از این سلسله درس ها، چون دو جلسه رو به پاسخ به سوالات اختصاص دادیم. این جلسه آخرین بخش از سلسله درس هایی است که به برنامه ریزی مقاومت مدنی میپردازیم. در جلسات آینده به بحث اکسیون ها و تاکتیک ها خواهیم پرداخت. در این جلسه به آخرین بخش از بررسی چکلیست برنامه ریزی برای مقاومت مدنی خواهیم پرداخت و اون چگونه در واقع باید زمین سازی کرد تا در صفوف حکومت شکاف ایجاد کرد و پشتیبانان دیکتاتور رو از او جدا کرد، یا به زبان بهتر چه کار باید کرد تا عناصر مردد قانع بشن به اینکه با به مردم بپیوندن و به صفوف مردم ملحق بشن.
اجازه بدید از اصطلاحی که ناتان شارانسکی ناراضی بسیار معروف شوروی در دوره کمونیستی به کار برده استفاده کنیم. او در واقع به کسانی که در حکومت هستند و مردد شدند از پشتیبانی حکومت دابل تینکرها میگه، کسانی که دو بار فکر میکنند، کسانی که تردید پیدا کردند. اصلی ترین روشی هم که باعث میشه کسانی که پشتیبان حکومت هستند در لایه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، در ستون‌های نگهدارنده حکومت هستند دچار تردید بشن، مسئله مشروعیت نظامه. نظام‌های حکومتی مشروعیت به معنی حقانیت، به معنی لجیتیمیسیشون باید زائل بشه، باید دیده بشه که هیچ حقانیتی برای حکومت ندارن، شکست‌هاشون باید مطرح بشه، فسادشون، دزدی‌هاشون و ناکارآمدی‌هاشون. از اینجا عناصر دابل تینکر، کسانی که دچار تردید شدن، عناصر مردد پیدا میشن. ولی این کافی نیست، باید زمینه سازی کرد که کسی که تا دیروز پشتیبان دیکتاتور بوده بر تردیدش غلبه کنه و مردد شده بر تردیدش غلبه کنه و به صفوف مردم بپیونده. برای پیوستن به صفوف مردم اون وقت نحوه زندگیش هم ممکنه عوض شه، دوستانش هم ممکنه عوض بشن. اینها برنامه ریزی میخواد، زمینه سازی میخواد که موضوع بحث این بار ماست. اجازه بدید از اینجای بحث رو بریم روی چکلیستمون و از مسیر چکلیست با سرفصل هایی که در اون هست این مبحث رو پی بگیر. آخرین مبحث از سلسله بحث های برنامه ریزی مقاومت مدنی برابر چکلیست به پیوستن نیروهای حکومتی به مردم اختصاص داره. پیوستن نیروهای حکومتی به مردم رو اجازه بدید به چند سوال تحویلش بکنیم. سوال اول، آیا جدا شدن پشتیبانان اصلی دیکتاتور از او شتاب گرفته؟ برای پاسخ دادن به این سوال خود این سوال رو باز میشکنیم به سوالهای دیگه. آیا جنبش توانسته با گروههایی که کمترین وفاداری رو دارند رابطه بگیره؟ یعنی نیروهایی که بیش از همه ناراضیان، بیش از همه مشکل پیدا کردن، کمترین وفاداری رو دیگه به دیکتاتور دارند، آیا جنبش تونسته با اونها رابطه برقرار کنه و بتواند که در این رابطه متقابل فاصله اونها رو از حکومت بیشتر بکنه؟ اینها اولین کسایی هستند که مرددین یا دابل تینکرهایی هستند که میشه فاصله شون با حکومت رو زیاد کرد. شاید در جنبش ما مسئله اتفاقاتی که در جنبش سبز افتاد به خوبی نشون داد که کسانی که قبلا بالاترین سمت‌های حکومت رو داشتند چگونه از اون نه فقط جدا شدند بلکه با مردم پیوندهای عمیق خوردند و رو در روی دیکتاتور ایستادند. برای این کار آیا جنبش زنجیره‌ای از فعالیت‌های تاکتیکی برای تسهیل جدا شدن از حکومت طراحی کرده؟ این حرف به این معنی است که به طور اتوماتیک کسانی که مردد شدن معلوم نیست از حکومت جدا بشن. تاکتیک‌هایی لازمه تا این جدا شدن تسهیل بشه. اگر فرض کنید یک عضو شورای اسلامی کار در یک کارخانه پشتیبان حکومته، اما در حالی که او کارگره مثل بقیه کارگرها، از کمبود دستمزد ممکنه رنج ببره
در چشم همکارانش از فقر اونها خجالت میکشه یا بیکار شدن اونها، باید کارهای تاکتیکی داشت که جدا شدن این عضو شورای اسلامی کار رو تسهیل بکنه. اگر صحبت کردن با خانواده فرزندان یک سپاهی که در محله هستن، به مدرسه میرن، در دانشگاه هستن، میتواند به عنوان یک تاکتیک فشار بیاره روی اون فرد سپاهی که حداقل همکاریشو با حکومت کم کنه و نهایتاً به مردم بپیونده، باید برای این برنامه داشت. یا در زمان جنبش سبز دیدیم که پاره ای از فعالین عکس شهدای جنبش رو بر در خانه بسیجی یا سپاهی که در محل بود نصب می‌کردند تا او رو تشویق کنند، وجدانش رو متأثر کنند، برای اینکه دست کم بی‌طرف بیسته. و کثیری از تاکتیک‌های مختلف که باید در هر منطقه بسته به ابتکار فعالین جنبش طراحی بشه و به اجرا در بیاد. آیا جنبش در این راه به برنامه ریزی گام به گام فکر کرده؟ چرا که فرایندی که یک پشتیبان نظام جدا بشه، به مردم به پیونده و در نهایت جزو صفوف مخالفین قرار بگیره، مطمئنن یک شبه نمیشه و دفعتن واحده هم اتفاق نمیفته. لذا نیاز به برنامه ریزی گام به گام داره، نیاز به برنامه ریزی در بخشهای مختلف پشتیبان حکومت داره و باید پله پله در واقع کمک کرد که کسی از پشتیبانی دیکتاتور جدا بشه، از حکومت جدا بشه و به مردم بپیونده. خود این سوال به دو بخش در واقع تبدیل میشه. الف، تمایل به جدا شدن از دیکتاتور نیازمند به زمینه‌های متعدده. ب، در مسیر جدا شدن از دیکتاتور هر گام بر گام دیگه تأثیر میگذاره. یعنی جدا شدن یک فرد از دیکتاتور فقط در حوزه فرض کنید سپاهیگری او نیست، یا حوزه عضو خانه کارگر بودنش یا مدیر فلان اداره بودنش نیست، بلکه مجموعه ای از زمینه‌های مختلف هستش که او رو احاطه کرده برای پشتیبانیش از دیکتاتور، از باورهاش، از دوستانش، از انجمنهایی که درش هست، در محیط اجتماعیش، در محیط خانوادش و غیره. لذا باید همه این زمینه‌ها رو در نظر گرفت و این رو هم در نظر داشت که در مسیر جدا شدن یک فرد یا یک گروه از دیکتاتور هر گام بر گام دیگه تأثیر میگذاره و مشدد و مقوم گام‌های بعدی خواهد شد. قبل از اینکه به بررسی ادامه فیلم جنبش آفریقای جنوبی بپردازیم که قسمت اولش رو در جلسه قبلی به اون پرداخته بودیم، اجازه بدید که یک نکته رو اخص در خصوص ایران مطرح بکنم و اون این است که در ایران بدون شک نظام جمهوری اسلامی و شخص دیکتاتور، یعنی مقام ولایت فقیه که بیش از 80% قدرت کشور در دستان اوست، به موجب قانون اساسی و در عمل هم دیکتاتور فعلی یعنی آقای خامنه‌ای موفق شده بسیاری از ابزارهای قدرت رو از پولی و مالی و امنیتی و سرکوب و تبلیغاتی و غیره رو دست بندازه و در اختیار خودش و بیتش بگیره، این نظام بیش از هر چیز روی سازمانی قرار گرفته به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سازمانی که در روز اول تشکیلش قرار بوده که فقط یک ارتش مردمی باشه با حداقل کادر ثابت 500 نفر حد اکثر و کادر نیمه وقت 5-6000 نفر و آموزش عموم مردم برای دفاع از کشور در موقع حمله خارجی و بسیج کردن مردم برای کمک به
ارتش کشور در دفاع از مملکت. اما این تعریف از سپاه در طول 30 چند سال گذشته به تدریج تغییر کرده و در طی 3 مرحله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل به هیولای امروزی شده. به این ترتیب سپاه سازمان عریض و طویلی شده که شاید در دنیا بی نظیر باشه. هم حزب سیاسی است، هم بنگاه اقتصادی است، هم سازمان امنیت، هم نیروی نظامی است و هم قاچاقچی، هم تروریست در خارج از کشور، هم سرکوبگر در داخل کشور. و یک چنین سازمانی درسته که پایگاه قدرت آقای خامنه‌ای و این نظامه، اما چنین گستردگی در فعالیت‌ها بهترین زمینه است که اختلافات مختلف رو درش هم شکل داده. به طور طبیعی آدم‌هایی که از زندان اوین و بازجوی و سرکوب توشون هست تا تاجر و کاسب و مجری پروژه، از قاچاقچی توش هست تا تروریست در خارج، انواع آدم‌هایی هست که با همدیگه هیچ سنخیتی ندارن. به همین دلیل هم این سازمان انسجام یک ارتش کلاسیک رو نداره و انواع اقسام فعالیت‌ها عملاً سازمان چندگانه‌ای رو به وجود آورده که پیشا پیش زمینه متلاشی شدنش هست. به همین دلیل هم در هر برنامه ریزی بر اساس بحث‌هایی که در چک‌لیست کردیم برای جدا کردن صفوف از حکومت جدا بشه، یک بخشش باید معطوف به سپاهی باشه که پیشا پیش خودش استعداد جدا شدن بخش‌های مختلفش هست، به خصوص اون جاهایی که سپاه با مردم، به عموم مردم ارتباط میگیره، چه در کارهای تجاریش، چه در کارهای سیاسیش، چه در کارهای سرکوبگرانش. اونجاها هستش که یک جنبش نیرومند میتواند سپاه رو آسیب پذیر کنه، شکننده بکنه، فشار روانی روش بیاره و عناصری رو که مردد شدند، دابل تینکر شدند و آماده تجدید نظر هستن میتونه جدا کنه و به خودش جذب بکنه. این کار احتیاج نداره که یک برنامه ریزی واحد و مرکزی صورت بگیره. در هر بخش، در هر کجا، در هر بخش ایران، در هر شهری، هر دهی، هر روستایی، هر شهرک و هر جایی میشود که با برنامه ریزی مناسب رهبران غیر متمرکز جنبش در همون ناحیه با استفاده از ارتباطات، خانواده ها، فضا و انواع اقسام فعالیت های دیگه در واقع میتونن زمینه جدا شدن این نیروها رو و پیوستنشون به مردم رو تسهیل بکنن. اما اجازه بدید که قبل از اینکه به آخرین قسمت از بررسی افریقای جنوبی بپردازیم، مروری هم، یادآوری هم بکنیم که در درس قبلی وقتی که به مسئله آفریقای جنوبی رفتیم و رژیم خشونت ورز و آپارتاید و تبعیض نژادی اونجا و سرکوبگر رو بررسی کردیم، به دوره‌ای رسیدیم که در آفریقای جنوبی به شدت رژیم آپارتاید خشونت ورزی کرد و بخش‌هایی از جنبش هم متمایل به خشونت ورزی متقابل شدند، با درایت امثال دزموند توتو، اسقف دزموند توتو و سایر دستندرکاران جنبش ضد تبعیض نژادی آفریقای جنوبی، عملاً توانستند جنبش رو از این انحراف نجات بدند و وارد فازی بکنند که آکسیون‌های تحریمی، آکسیون‌های عدم همکاری شدت گرفت و عملاً با عجین شدن با تحریم‌های جهانی توانستند که در تحریم داخلی و تحریم خارجی یک نوع محاصره اقتصادی کاملی از سفیدها و بخش‌هایی از جامعه که عمدتاً در میان سفیدها بودند و پشتیبان نظام تبعیض نژادی بودند به عمل بیارند و
شالوده نظام تبعیض نژادی رو در واقع در هم بشکنن. با هم به دیدار به دیدن این بخش از جنبش آفریقای جنوبی میریم. با رسیدن سپتامبر، مغازه‌داران بندر الیزابت وضع بسیار وخیمی داشتند و با باقی ماندن جک و یارانش در زندان، رژیم از مذاکراتی که میتوانست به تحریم پایان بخشد جلوگیری میکرد. جک به طور ناگهانی دوستانی میان سفیدپوستان پیدا کرد. کار به جایی رسید که تجار معتبر سفیدپوست به دنبال این کسانی میگشتند که به عنوان اوباش و قاتل معرفی شده بودند. میگفتند اینها شکایتشان قانونی است. اگر جرمی کردند در مقابل قانون دادگاه آنها را محاکمه کنید تا بیگناهی یا جرم آنها مشخص شود، نه اینکه زندانیشان کنید. تحریم وارد چهارمین ماه خود شد. هزاران تن از سیاهان هر روز بر سر کار خود در فروشگاه‌های سفیدپوستان حاضر می‌شدند، ولی چیزی نمی‌خریدند. بازرگانان سفید برای پایان بخشیدن به تحریم و آزادی رهبران آنها در صدد اقدامات برآمد. ما به دنبال دشمنی با سفیدها نبودیم. فقط می‌خواستیم که حرفمان را به کرسی بنشانیم. علی‌رغم هر اتفاقی که می‌افتد در ایران می‌گوییم شب هر چقدر هم که طولانی باشد و راه هر چقدر هم که سخت، اما سرانجام همیشه سحر می آید، تغییر می آید. بله، بهار خواهد آمد. پیامدهای اقدام وحشیانه حکومت در قتل مهسا امینی 22 ساله که پس از دستگیری به دلیل پوشش نامناسب از نظر حکومت در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، ایران را سربلند کرده. ریما شیر محمدی اطمینان می دهد و می گوید که ما با نسل جدیدی روبرو هستیم که جرأت کرد در مقابل رژیم جنایتکار اسلامی بایستد. کریستینا لاراندو، خبرنگار مجله اسپانیایی تلوا که مجله مشهوری در زمینه مسائل زنان در اسپانیا است، گفتگویی را با ریما شیر محمدی فعال ایرانی انجام داده که در اون از بیداری زنان ایرانی میگوید. با هم این گفتگو رو که ترجمه کامل از این مجله هست بررسی میکنیم. برابرانه برنامه است برای زنان، برنامه برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه می کنن. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید. زندگی ریما شیر محمدی با تاریخ معاصر ایران همراهه، گرچه اون در عربستان سعودی متولد شده، جایی که پدر و مادرش در کودکی به اونجا رفتن، اما انقلاب 1357 که باعث سرنگونی حکومت پهلوی شد و آیت الله ها رو به تخت سلطنت رسوند، خانواده ریما رو هم غافلگیر کرد. تعطیلات تابستونی رو در شمال این کشور گذروند. وی ادامه میده: در مواجهه با تهدید بسته شدن مرزها به عربستان برگشتیم، جایی که زندگی خودمون رو داشتیم، اما دیگه به ایران بر نگشتیم. پدر و مادرم حتی نتونستن در مراسم خاک سپاری پدر بزرگ و مادر بزرگم شرکت کنن. من اما 25 سال بعد برگشتم. خانواده من بهایی هستن. اقلیت مذهبی هم در ایران که توسط حکومت خمینی همواره مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. جوانان بهایی اجازه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی رو نداشتن، بنابراین برای تربیت جوانان خودشون دانشگاه‌های ایجاد کردن. از اونجا محوش ثابت نویسنده اخراج شد. 10 سال رو در زندان گذروند و بار دیگه به 10 سال دیگه زندان محکوم شد. گرچه دوران
کودکی من در عربستان گذرونده شد، اما هر سال حداقل یک یا دو بار به ایران سفر کردم. قبل از انقلاب همه چیز خیلی فرق می‌کرد. نمی‌شد کوچکترین انتقادی به شاه کرد، اما آزادی بود. وقتی به فرودگاه تهران رسیدیم، می‌تونستیم راحت‌تر از عربستان سعودی لباس بپوشیم. پدرم رو تشویق می‌کرد که با پسرعموهام فوتبال بازی کنیم، با پسرها تعامل داشته باشیم، که در عربستان هم این کار رو نمی‌تونستیم بکنیم. اما بالاتر از همه، برای آموزش و آماده شدن برای آینده، در واقع همه چیز با انقلاب تغییر کرد. ریما شیر محمدی به 4 زبان صحبت می کند و به عنوان مترجم برای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دفاتر ریاست جمهوری بیش از 15 کشور در سراسر جهان کار کرده. او همچنان مترجم شورای حقوق بشر سازمان ملل. او 30 ساله که در بارسلونا زندگی می کنه. ریما در سال 2004 به عنوان مترجم شیرین عبادی، اولین زن ایرانی که جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد، استخدام شد. میگه جذاب کننده ترین چیز در رابطه من با او ملاقات با بسیاری از فعالین ایرانیه و ادامه میده من هرگز از کشورم جدا نشدم و به عنوان یک فعال وجهه خودم را از مادرم به ارث بردم، بنابراین دست به کار شدم. مبارزه من برای دفاع از بهائیان و مذهب بسیار رویایی و انقلابی که برابری زن و مرد رو فرض میکنه و برای دختران تبعیض مثبت ایجاد میکنه. اگر در خانواده این منافع برای فرستادن فرزندان به دانشگاه وجود نداشته باشه، دختران اولویت دارن. علاوه بر این، من نیز سعی میکنم واسطه ای در خارج از کشور باشم تا داستان و صدای افرادی رو که در ایران تحت تعقیب، زندانی یا کشته میشن منتقل کنم. در حال حاضر چند دوست در زندان تهران و دوستان دیگری دارم که در انتظار صدور حکم هستن. به طور مشخص 2 دوست زندانی من بیمار هستن و اجازه نمیدن براشون دارو بفرستیم. یکی از اونها بیماری داره که من نمیتونم تصور کنم وضعیت اون اکنون چگونه است. بسیاری از این داستان‌ها توسط نسل جدیدی از زنان بسیار جوان انجام می‌شود که به نظر نمی‌رسد ترسی برای از دست دادن جان خود یا مجروح شدن داشته باشند. شبکه‌های اجتماعی مملو از فیلم‌هایی است که بسیاری از آنها عکس علی خامنه‌ای را در همه جا حذف و پاره می‌کنند و یا حتی می‌سوزانند. مهم‌تر از همه، هزاران نفر از آنها حجاب خود را برمی‌دارند و می‌سوزانند. ریما توضیح می‌دهد طبق گزارشی در روزنامه گاردین، تقریباً همه دخترانی که مجروح به بیمارستان‌های ایران می‌رسند، صورت و اندام تناسلی آنها هدف گلوله قرار گرفته است. او گفت آنها به نقاطی شلیک می‌کنند تا بیشترین درد و آسیب را ایجاد کنند، اما این نسل جدیدی است که شهامت دارد و تصمیم گرفته در مقابل رژیم بایستد. پدران و مادران آنها که بین 30 تا 40 سال سن دارند، در دوران کمی پس از انقلاب 57 متولد شدند. آنها دوران اصلاحات ناکام را دیدند و بحران اقتصادی بزرگی را دارند تجربه می کنند. حقوق بازنشستگی ندارند و تورم بسیار بالاست، اما آنها می‌بینند که چگونه فرزندانشان با روحیه جنگجویی و شهامت بسیار به خیابان ها می آیند. فکر می کنم این وضعیت هوشیاری و آگاهی نسل جدید در واقع آگاهی والدین این دختران را نیز نشان می دهد. گرچه شبکه های اجتماعی نیز کمک می کنند، زیرا ایران جامعه‌ای به شدت اینستاگرامی و درگیر با شبکه های اجتماعی است. اما آیا به سمت مناسبی خواهد رفت؟ بسیار جالب است که ببینیم. البته آنها را به سطح بسیار بالایی از مقاومت رسانده است. به نظر ریما، انقلاب قبلاً پیروز شده است، زیرا رژیمی که برای جداسازی زنان و مردان تبلیغات ایجاد کرده بود، شکست خورده. زیرا اینکه مردان از روز اول اعتراضات را ترک کرده اند، نشانه شکست آیت الله ها در این نبرد است. تصور کنید، بزرگ شدن در جامعه چگونه است؟ اگر صدای زیبایی داشته باشید و برادرتان هم صدای زیبایی داشته باشد، فقط برادرتان میتواند در جمع بخواند. او میتواند در خیابان برقصد و هر لباسی که میخواهد بپوشد، اما یک دختر نمیتواند. اگر 2 زن را به عنوان شاهد در یک محکمه بیاورید، آنها فقط 1 نفر به حساب میآیند. همه چیز این گونه است، اما برای مدتی طولانی نمیتوان آبروی مردم را گرفت. چنانچه یکی از مشهورترین اشعار شاعر ایرانی سعدی بر سردر ورودی ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک حک شده است: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. این میتواند
انقلاب را به زودی به پیروزی برساند. تظاهراتی که از 25 شهریور با قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که 3 روز پیش از آن توسط پلیس گشت ارشاد به دلیل کم حجابی دستگیر شده بود، آغاز شد. بسیاری از ایرانیان را با خود همراه کرد. نزدیک به 30,000 نفر دستگیر شدند و بیش از 500 نفر از زمان شور اعتراضات خیابانی کشته شدند. هزاران خانواده در تلاش هستند تا با عزیزان گمشده خود که گمان می‌کنند در زندان‌ها هستند ارتباط برقرار کنند. تنها در تهران پایتخت 3,000 نفر دستگیر شدند که از این تعداد 835 نفر در زندان و 200 نفر هم دانشجو هستند. جرقه انقلابی جدیدی توسط زنان بسیار جوانی هدایت می‌شود که شروع به برداشتن و سوزاندن حجاب خود کردند. اگر آنطور که روزنامه‌نگار ریشارد کوپوچیسکی نقل می کند، انقلاب اسلامی سال 1979 زمانی آغاز شد که یک مرد آن را شکل داد. می توان گفت که انقلاب سال 2022 زمانی آغاز شد که هزاران زن از آن انقلاب دست کشیدند. ریما می گوید در موارد دیگر تظاهراتی نیز صورت گرفته که در آن افراد زیادی کشته شدند، اما آنچه اکنون اتفاق افتاده بسیار متفاوت است. اگر قبل از آن فقرا، کارگران و معلمان به خیابان‌ها روانه می‌شدند، حالا آنها همگی دارند بیرون می‌آیند. زن و مرد، 16 تا 60 ساله‌ها، کرد، بلوچ و ترک، از همه اقوام ایران، همه ایران پشت این قضیه هستند. فکر می‌کنم پایان آن آنچنان که ما می‌خواهیم سری نخواهد بود، اما فکر می‌کنم زمان می‌برد. اما این انقلاب متفاوت است. این اولین بار است که افراد زیادی در یک تغییر بزرگ مشارکت دارند. بنابراین حتما این تغییر اتفاق خواهد افتاد. به پایان یکی دیگر از سری برنامه‌های گذار رسیدیم. سپاسگزارم که در 60 دقیقه گذشته ما رو همراهی کردید. اگر به هر دلیلی برنامه ما رو روزهای شنبه از طریق تلویزیون ایران فردا از دست دادید، اصلا نگران نباشید. همونطور که میدونید میتونید برنامه رو در طول روزهای هفته در کانال یوتیوب، تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و حتی سایت شورای مدیریت گذار هم دنبال کنید. به امید شادی و پیروزی و بهروزی و آزادی برای تک تک مردمان ایران زمین. تا برنامه بعدی، بدرود. We'll be right back.